برای احمد مسعود می نویسم. احمد پسر قشنگ پنچیر با آن چهره زیبای شرقی و چشمهای خالص پارسی کهن که بوی ادکلنها را می شناسی و آداب لباس پوشیدن و راه کتابخانه ها را می دانی و وقتی پکل بر سر می گذاری شبیه کاشی مربع فیروزه‌ای وسط بنای مدرنی در تهران، معماری وجودت اصیل‌تر می‌شود. امید که هم ریشه‌هامان چون چاپارهای کهن در همرسانی این کلمات یاری کنند تا از این پست‌خوانی نامرئی مجازی به دستت برسد. این روزها بیشتر از همیشه به تو نزدیکیم، چون ما هم همچون تو از افراطگری و تندروی دینی طالبانی خسته ایم. تو در حقیقت خشم و بغض فرو خفته مایی، بغض و خشمی که دیرگاهی است مغلوب ترس و ملاحظات رقت انگیزمان شده. تو و یارانت هم دوره و هم سن و سال خیلی از جوانهای ما هستید، جوانهایی که مغلوب جست عکس های این استگرامی و لایک ها و تعریف های علکی شده اند. اما تو برخلاف آنها ایستاده ای و مردانه می جنگی. روی کاغذ شاید تا چند روز دیگر زبانم لال شکستت دهند. روی کاغذ اما چه اهمیت دارد؟ مهم تاریخ است که در آن خواهند نوشت تسلیم تفکر طالبانی نشدی و ایستادی، مگر پدرت را توانستند بمیرانند. او از همیشه زنده تر است. تو نیز تازه متولد شده ای. از روزی که در برابر تفکرات طالبانی قد علم کردی تازه به دنیا آمده ای. دنیایی که قبل از آن تو را نمی شناخت. تو تمام نمی شوی، چون در درست ترین جایی که یک آقازاده می تواند به ایستد ایستاده ای. خدا نخواهد، اما خونت هم هدر نمی رود، چون قرار است پای درخت بیداری و آگاهی ریخته شود. بچه هایی که هنوز معنی عزت و ذلت را نمی دانند خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنی عکست را به دیوار اتاقشان می چسبانند و با همان تفنگ‌های